امضا بابا ما را میگن تموم شده نمونم چرا؟ نه بابا من حالا جا میاد ها یه اتفاقی افتاده باش اشکال نداره ایمیلو گرفت بزرم کنم بیشم ایمیل مستم بعد من خواستم به شما زنگ بزنم من خواستم فوروارد کنم و گفتم میگیرم دیگه شما ایمیلا که میگه کمی زود بفرستیم این یه قولیه که من بهتونم دارم من ولی به شما یه قولی دادم گفتم اگه نباشه بهتون میگم یعنی فقط شخصی خودتونو یه چیز دیگه هم نه ما یه چیز فقط میخوام بهتون بگم خوشت آره دیگه خوشتون میاد یعنی الان این 4 5 هفته خب نه دیگه اتفاقا نه اینجوری نگاه کن شما یه سوالی کردین جواب آره ولی مهمی داره آره ولی از یه طرف دیگه هم بهش نگاه کنین یه چیزی که ما داریم هی میخونیم اینه که میگن صوفی مولوی میگه ابن الوقت باید باشه یعنی در حال باید زندگی ایشون یه کاری داره با ما میکنه که ما همین الان رو بچسبیم حالا تا هفته دیگه بالاخره ببینیم خدا بزرگه واقعا اینو یادتون نره یه بوی ناخوشایندی میاد از این صحبت نه ولی ببینید همیشه الان من قشنگ اینو دیگه یواش یواش دارم بهش عادت میکنم از لحاظ حالا اخبار گوش کردن زیاد خوب نیست ولی خب ما هم مریضی باید گوش کنیم وقتی گوش میکنیم هر اتفاق میفته میگم اوکی دو سه روز بگذره ببینیم چی میشه دیشب اون که حالا دیشب نبوده ولی چیز خب آره یعنی دیشب من دیدم کار آره ولی هفته پیش فرایدو بگم برای همه بدونم هفته پیش یه شنبه اینجا تام میتینگ بود بله بله با خانم کرنبرگز 750 نفر شواب کرده بودن تا تمام استدار چند سیون چند فوریدن همه و این نشون میده که مردم در حرکت هستند مردم خب حالا یه چیزی که شما میگید مردم حالا در حرکت هستند ولی یادمون نره ما کار خودمون رو باید بکنیم یعنی واقعا اینجا وقتی میگم کار خودمون رو بکنیم هرچی که داریم اینجا بیاد میگیریم و هرچی که فکر میکنیم برامون درسته از لحاظ تیچینگ های حالا مولوی اون کارو بکنه چون اون واقعا صلاحش بهتره و تو مثلا یه همچین موقعیت هایی هم بهتر کار میکنه حالا من کاملا منظورتون رو نفهمیدم حالا امروز اتفاقا وقتی که این داستان حضرت رسول و اون آن مهمونی که اومد و پرخوری کرد پلوش رو بخونیم این اتفاقا بازتر میشه براتون یادمونم باشه The way you look at things make the thing you look change نباید ما با صحبت ها حتی فکر منفی رو به خودمون را بدیم که ممکنه جهت به اونجا بکشه نمیکشه به نظر من نمیکشه و رو این به قول معروف من دید نگاه میکنم و فعلا همش حرفه ببینیم چی میشه آره این داستان امروز رو اگه بخونیم امروز داستانمون یه ذره بهتر کمک میکنه این یه غزل هم حالا اول صبح خونیم این هم همون حرف رو میزنه آره سرحال بیان خب مولوی میگه هل عاشقان بکوشید که چو جسم و جان نماند دلتان به چرخ پرد چو بدن گران نماند دل و جان به آب حکمت ز غبارها بشویید هله تا دو چشم حسرت سوی خاکدان نماند نه که هرچه در جهان است نه که عشق جان آن است جز عشق هرچه بینی همه جاودان نماند
عدم تو همچون مشرق، عجل تو همچون مغرب، سوی آسمان دیگر که به آسمان نمان. ره آسمان درون است، پر عشق را بجنبان. پر عشق چون قوی شد، غم نردبان نمان. تو مبین جهان ز بیرون، که جهان درون دیده است. چو دو دیده را ببستی، ز جهان جهان نماند. دل تو مثال بام است و حواس ناودانها. تو ز بام آب میخور، که چو ناودان نماند. تو ز لوح دل فرو خوان به تمام این غزل را. من اگر تو در زبانم، که لب و زبان نماند. تن آدمی کمان، نفس و سخن چو تیرش. چو برفت تیر و ترکش، عمل کمان نماند. خب چی شد؟ چی گفت؟ حتی اولش میشه یه بار دیگه لطف کنیم. هل عاشقان شما ها رو میگه بکوشید، که چو جسم و جان نماند. دلتان به چرخ پرد، چو بدن گران نماند. میگه فقط عشق پایه داره. همه چیز هم باید در درون خودتون به چرخی رو پیدا کنید. حضر شماره چنده ببنید؟ 771. آخری خطش بگیر. این نقص و دست دادم نیست که بدا آواز دولت شنیدم. یعنی چی؟ شما توقع نداشتید رو بگید الان چی شد؟ آواز دولت شنیدن از این نقص اون چی که دارید، نقص دارید، خوش باشید. این ملدت مال خیام. بله. دوهر شنیدن از دور خوش است. آره، ولی این نقد بگیر، نقد ما پس طبق غزل مولوی چی میشه؟ حال حال ولی یه مسئله دیگه هم هست. اون دیدی که شما دارین به قضیه اونجوری نگاه نکنید، پشت این دید شما خیلی چیزایی هست. به نظر من میگه که دنیا همونی است که تو میبینی، تو ذهنت داری. هر جوری که اون رو بپرورین تو ذهنت، حقیقت همون میشه. یعنی بیشتر میخواد که ما رو ذهنمون کار کنیم تا تو بیرون. من فکر کنم بیشتر میخواد که ما خیلی همه چی رو جدی نگیریم. خب خیلی دارید، ببخشید، دارید خیلی تانجانت میرید، یعنی به قول ایرانی ها بود. دارید ببینید، یه دفت دیگه میخونم یه تیکش رو، چون فکر میکنم ما یه جور دیگه این رو داریم برداشت میکنیم. تو مبین جهان ز بیرون، که جهان درون دیده است. چو دو دیده را ببستی، ز جهان جهان نماند. خب ما دو تا چشم داریم دیگه، درسته؟ یه چشم حسی داریم، یه چشم غیر حسی داریم. اگه یادمون باشه آخرین داستانی که خوندیم از دفتر چهارم، داستان پیغمبر، حضرت رسول میان و به جبرئیل میگن که نبودید شما، فکر کنم برای اون داره. میان و به جبرئیل میگن که تو خودتو به من نشون بده. جبرئیل اصرار میکنه که نه، نمیتونی ببینی. پیغمبر میگن نه، به من نشون خب. یه کوچیک به من نشون بده، یه گلیمس به من بده، یه نظر کوچولو. و جبرئیل یه نظر کوچیک خودش رو به پیغمبر مینماید. وقتی این کارو میکنه، پیغمبر از هوش میره. مولوی وقت میگه که این چشم حسی پیغمبر بود که نتونست اینو ببینه. چرا؟ چون وقتی دید این مثلا پرش از مشرق تا مغرب گسترده است. یعنی چیزی که دید اصلا تو چشم حسیش نتونست بگنجه. پس بعدش اتفاقی که میفته، چشم دل پیغمبر شروع میکنه به کار کردن و شروع میکنن داستان معراج رو میاره حضرت مولوی. و وقتی که به داستان معراج میرسه، بعد از آسمان چهارم میگن که
پیغمبر به جبرئیل میگه بیا بالا که من هنوز تموم نشده و جبرئیل میگه من جو بالاتر نمیتونم بیام. اینجا دیگه مقام من تا همینجاست. اگه بیام میسوزم. که اونجا دو تا بحث رو میکنه مولوی. یکی این که چشم دل چیز دیگه میبینه. و دل وقتی شروع کنه پرواز کنه حد و حسابی نداره. جبرئیل و اینجا وقتی که ما به مرحله فنا میرسیم اون موقعیه که شما از آسمان چهارم رد میشی. حالا آسمان چهارم چه سیگنیفیکنتی داره؟ اگه مثال دیرکتش رو بخوام بزنم، تو شاهنامه وقتی که رستم به هفت خانش میرسه، خان اول و دوم و سوم و چهارم رستم و رخش با همدیگه کار میکنن که از این خانا بگذرن. یعنی اگه رخش نبود رستم نمیتونست از این خانها بگذره. خب خان پنجم و ششم و هفتم دیگه رخش با رستم نمیره، رستم تنهایی میره. درست میگم دوستانمون که شاهنامه رو خوندن؟ تفاوتی بین این دو تا داستان نیست. تفاوت این یعنی داستان فقط یه جور دیگه گفته شده. صحبت سر اینه که جبرئیل نماد اون لیمیتیشنیه اینجا. حالا نمیخوایم بگیم که از مقام جبرئیل بزنیم، ولی مقام انسان رو داره میبره چقدر بالا که میتونه از یک جایی به جای دیگه بره که هیچ کسی دیگه نمیتونه بره. به خاطر همینه که ما حالا بازم خداوند قسم میخوره به رسول خودش. خداوند به جبرئیل قسم نخورده تو قرآن. درست میگم آقا سعید؟ خدا ولی به پیغمبر قسم خورده. خیلی ممنون. قسم به جان تو. مرسی. خیلی ممنون. به جان خود. خیلی ممنون. به هر حال یعنی این وسط این اتفاق. حالا برگردیم به این چیز، میگه این چشو ببند، این چشو ببند که دیگه این جهانی که تو فکر میکنی هست دیگه این نماند. یعنی دنبال این جهان اینا بازیه. آره خب الانه ولی یه جور دیگه این مسئله رو بهش رسیدیم. متوجه این؟ پشتش دوباره چی میگه؟ میگه دلتو مثال بام است و حواس ناودانها. ناودانها از بام همینجور بسش میگه تو این وسط از این که از ناودان آب بخوری برو از سرچشمش آب بخور. تو زبام آب میخور که چون ناودانم واسطه لازم نیست هیچ وقت. نه و اینم که گفتیم که عشق پاینده است. درسته تو نه که در هر چه در جهان است، نه که عشق جان آن است، جز عشق هر چه بینی همه جاودان نماند. حالا این مسئله عشق هم باز دوباره یه چیزی بهتون بگم. تو این دفتر پنجم الان هر چه بیشتر خودم دارم نگاه میکنم مولوی به یه چیزی داره هی استناد میکنه. تو این داستان اولم اینو میگه، ما سه چهار تا داستان دیگه هم همین شکلی خواهیم داشت که میگه اون کسی که باید نور به دلش بتابه میتابه. یعنی واقعا خدا کنه بتابه به دلمون این نور. از دفتر چهارم هم اینو شروع کرده. از کجا شروع کرده؟ از اون داستان سبتی و قبطی که یهوی اون قبطیه تشنگیش که رفت میشه هیچ اصلا دنبال آب دیگه نمیگشته. و اینا همش موقعیه که ما بتونیم از این حس بگذریم، از این چشم حسی بتونیم بگذریم. خب یه دقیقه پس این دارم آخرش هم بگذاریم خیلی جالب. تن آدمی کمان و نفس و سخن چو تیرش. یعنی حواستون باشه چو برفت تیر و ترکش عمل کمان نمان. اینو باید به بعضی از سردمداران.
خب دیگه حرف رو میگه میزنی میگه رفت رفت حرف گفته شده. حالا هر چقدر بخواین خیلی ببخشید ماسمالیش کنیم که ما مثلا این نبوده، الان alternative truth بوده، حالا ببخشید ولی نه alternative truth اینن همینه که آقا جون ما اینو نگفتیم این شکلی. خیلی ببخشید توی جمهوری اسلامی هم این همینه مسئله. alternative truth ما داریم، alternative fact. حالا خلاصه این هم بیت آخر. خب نظری، صحبتی، سخنی؟ اون بیت وسطش هم که راه آسمان درون است، پر عشق را به جنبان، پر عشق چون قوی شد غم نردبان. نه من فهمیدم شاپیتش همینه مسلمه. بله شاپیت این غزل. بله اینجا اگه واقعا چون غم نردبان، ما غم نردبان همه دغدغه های دنیایی مونه که نردبون میخوان برای همه چی، یه پلی میخوان، یه محرکی میخوان، یه مددی میخوان، یه کمکی میخوان. هر عشق چون قوی شد دم نردبان نمان. نردبان رو درست میگید، وسیله میتونه باشه ولی ما وسایل مختلف داریم تو. ما حتی تو دنیامون هم وسایل مختلف داریم. ما یکی از مشکلاتمون اینه که چون شک و تردید تومون هست دنبال وسیله میگردیم که این شکمون برطرف شد. ما به عینیت نرسیدیم. اصلا نرسیدیم. نرسیدیم. ما اگر میتونستیم ببینیم که دنبال وسیله نمیگشتیم، دنبال نردبون نمیگشتیم. خب پس اینم از اینو ما حالا بریم سراغ ببخشید این مثال هم هست، درسته تو مثنوی هم مثال برای ما زده که وقتی که گلی هستی نمیتونی پرواز کنی. بله نظر بگم در نردبان، نردبان هم تو قرآن هست هم تو تورات هستش. خب و الان فهمیدم، مثلا این تازه فهمیدم که نفهمیدم ولی فکر می‌کنم که چین قرآن بگو آسه میگه الان سوره شدم نیستش ولی میتونم بهتون نشون بدم. ولی تو تورات هم میگه حضرت یعقوب یه نه جیکوب لتر بهش میگه، بگین مسیحا هم میدونن جیکوب لتر یعنی چی. و تو قرآن هم میگه پس نردبانی بگیریم و بالا بریم. اصلا تو قرآن معنیش گنجه. من باید آشو بیارم وقتش همو به حفل الله جمعیان نه اون تناب البته نه حد ماله نه شما داری سرسه آل عمران رو میگین اون نیستش. خب باشه پس حرفی که شما داری میزنی اینه که نردبونی که هم که تو قرآن اومده نردبونی که پر عشق را به جنبانه. میگه قد شما انقدر کوتاه هست به کوها نمیرسه، حتی نردبون هم بذارید به کوه نمیرسه، شما اصلا انقدر بزرگ نیستین که اونجا بخواهم فکر بکنید. تو آیه قرآن همین چیزی که آقا سعید میبنید من صورتش یادم نیست. ولی من اصلا نفهمیدم بارها گوشتم الان ممکنه بتونم بفهمم یعنی چی. پس باشه پس من میذارم شما خودت اینو هر وقت خواستی فتی اصلا اینقدر اینقدر این بیت چیزه که آقای شما ما رو کانفیوز کردین الان اشکال نداره. نه اون همون ریسمان نمیتونه پلان باشه. ببینیم شما سر ما این گویان
بهش با بور خوش است. آها. من میگویم که آب انگور خوش است. این دست بگیر و آره. آها. این منو کانفیوز کرد. من تا حالا فکر میکردم که اصلا خیام تو این برنامه ها نیست. آه نه هست. همه میگفتن این چه عشق ب... آره. حالا؟ نه خیام هست. ببینید یه چیزی رو بهتون بگم، این بزرگانی که ما شعراشون رو بعضی موقع ها اینجا هم خوندیم، یه چیزی رو به عنوان یه اصل قبول کنیم، چون برای خود منم همین فکر رو بین فکر شما رو میکردم، فکر میکردم که شعر نداره. نه اصلا داشته باشی نداشته باشی، مسئله اینه که استفاده از این ابیات تو عامه بعضی موقع ها به صورت اشتباهه، و یه اونم همینه، مثلا خیام ها هم میگن آره برنامه ایش و نوش و حال و حولش بوده، حالا فلان میگن ایتیش بوده، ولی یه چیزی بگم، سخن چون از این آدم ها زیاد داشتیم، ولی سخن خیلی ها گم شده، سخن بزرگ به خاطر این همیشه میمونه که اصلش خیلی استقص داره و محکمه. سخن خیام هم همین شکل. ما حتی اینجا تا پروین اعتصامی رو هم خوندیم دیگه، درست میگم؟ قاآنی رو هم ما خوندیم اگه یادتون باشه دیگه. اینا همه بعد میبینیم که همه اینا یه جورایی یه حرف میزنن، آخرش با هم دیگه زیاد تفاوتی حرفاشون نداره. در طول تاریخ اصلا اینطور بوده دیگه، به خاطر اینکه هر کی حرف حق واسه بزنه دارندگان زر و زور اینا رو نابود میکردن. بهلول هم همین طور بوده، بهلول هم میخواست حرف حق رو بزنه، خود زد به دیوونه بازی، به عنوان یه دیوونه حرف حق رو میزد، کسی هم کارش نداشت. بله درست، اینا هم دستخوش خیلی از این اتفاقای زمان میشدن. به هر ما دفتر پنجم که شروع کردیم، داستان اولش راجع به حضرت ابراهیم بود و برنامه اون چهار تا مرغی که کشتن و بعد حالا مولوی جور دیگه باز اینو نگاه کرد بهش که این چهار تا مرغ معنی خصلت‌های بد خود ماهان. بعد داستان بعدش هم راجع به این پیغمبر اسلامه که یه سری کافر میان تو مسجد موقعی که داشتن ایشون میرفتن منزل با یارانشون داشتن میرفتن دیگه خداحافظی کنن، اون میرسن و میگن ما جایی نداریم بخوابیم و اینا، هر کدوم از یارای پیغمبر یکی از این آدم ها میبره، بزرگترین و پرخورترین اینا میمونه، پیغمبر هم اینو میبره خونش، این هم هرچی پیغمبر داشته میخوره. شب هم کنیز پیغمبر ناراحت بوده از این که این چرا همه چی خورده، میره در اتاقشو قفل میکنه، این بنده خدا هم خودشو کثیف میکنه و یه فردا پیغمبر حالا ببینیم چی میشه دیگه، کثیف میکنه فعلا تا اینجاست برده، در حجره گشادن مصطفی علیه السلام بر مهمان و خود را پنهان کردن تا او گشاینده را نبیند و خجل نشود و گستاخ بیرون رود و گستاخ بیرون رود. مصطفی صبح آمد و در را گشاد، صبح آن گمراه را او راه داد. حضرت رسول اومد صبح در را باز کرد که این بره. در گشاد و گشت پنهان مصطفی، تا نگردد شمسار آن مبتلا. خودش هم پنهان کرد که این طرف خجالت زده نشه. بله. حالا بهتون حالا ببریش. بله تا برون آید رود گستاخ او، تا نبیند درگشا را پشت او، تا اینکه اینم این بیاد و بره و کسی که واسش در رو باز کردن این طرف نبینه، یا نهان شد در پس چیزی و یا از ویش پوشید دامان خدا. اینجا این بیت در حقیقت مولوی داره به ستار و بیوب بودن خدا اشاره میکنه که خدا بدی ها رو میکشونه و اینجا و پیغمبر خدا هم کارش همینه. سبقت الله گاه پوشیده کنه، پرده بیچون بران ناظر تنه،
صفت الله یعنی رنگ‌های الهی در حقیقت، یعنی خدا عملاً یه چیزی رو رنگش میکنه جلوی ما که ما نبینیم و اون ناظر این چیز رو نتونه درک کنه ماهیت اصلیش رو. حالا به خاطر اینکه حکمتی داره البته، تا نبیند خصم را پهلوی خیش، قدرت یزدان از آن بیش از بیش. این کارم برای اینه که آدم ها دشمنی ها رو پیغمبر میگم خدا میخواد کم بکنه. اگه قرار باشه همه این پرده ها بیفته، دشمنی ها زیاد میشه و این وسط دشمنی ها باید خودمون کنترل شده بمونه. مصطفی میدید احوال شبش، لیک مانع بود فرمان ربش. حالا همینجا که گفتیم مگه پیغمبر نمیدونه؟ میگه این میدونه، چون قرار پیغمبر آگاه باشه از همه چی، به خاطر اینکه اولیاء الله آگاه هستن، اما بدون فرمان خداوند کاری نمی کنن. مصطفی میدید احوال شبش، لیک مانع بود فرمان ربش، که خدا در اون موقع قرار نبود این کاری بکنه. تا که پیش از خبط بگشاید رهی، تا نیفتد زان فضیحت در چه. و اینجا میگه مانع بود، یعنی که قبل از این که چجور بهتون بگم، موقعی که باید در رو وا میکرد در رو باز کرد، قبل از این که این اتفاق بد بیو خبط، یعنی اشتباه کجروی، تا موقعی که این اتفاق نیفتاده این نباید این کارو میکرد. کما اینکه پیغمبر میتونست جلوی پرخوری اینم بگیره ولی نکرد. حالا حکمتی داره همه چی، لیک حکمت بود و امر آسمان تا ببیند خیشتن را او چنان. امر آسمانی و حکمت این بود که اون کافر خودش اونطوری ببینه. بس عداوت ها که آن یاری بود، بس خرابی ها که معماری بود. شما قرآن گفته که اصا ان تکرهو شر و هو خیر لکم، درسته؟ اصا ان تکرهو شیئا و هو خیر لکم تحبو شیئا و هو شر لکم. و این دو تا آیه البته، یکی آیه 19 سوره نساء که آیه 26 سوره بقره، که اینجا بس خرابی ها که معماری بود. بعض موقعا یه سری چیزها رو ما فکر میکنیم خیلی بده، در صورتی که معماری واسه بعده. پس اینجا باز برمیگرده به این که ما چقدر وصل باشیم. ما اگه خرابی دیدیم، اگه آدم های واصلی بودیم، اگه آدم های هستیم که دلمون واقعا وصله، نه خرابی ما رو تکونمون میده، نه اینکه چیزی که فکر میکنیم به نظرمون درست اتفاق نیفتاده و شاید، یعنی توکل و اطمینان و ایمان اینجاست. جامعه خوابه پر حدث را یک فضول قاصدا آورد در پیش رسول. حالا این جای این بنده خدام که کثیف بوده، یه اینجا یه بالاخره تو خونه ایشون حالا کنیزم آوردی ببینید چیکار کرده. یه مشقاسمی هم اون موقع ها بوده، میاد به دایی جان میگه آقا ببینید این پیشاب ریخته اینجا. انگلیسیه جامعه خواب، یعنی اون رخت خواب میدونم ولی بعدیش پر حدث، حدث یعنی ببخشید کسافت. یا یک فضول قاصدا آورد در پیش رسول، اومد که ببینید که چی شده، که چنین کرده از مهمانت، ببین خنده ای زد رحمت للعالمین، که ببین مهمونت چی کار کرده و ایشون هم میخند. اینجا رحمت للعالمین هم اشاره به آیه 107 سوره انبیاست که خداوند پیغمبر رو به همچین لقبی میخونه، که بیاران مترهن مترهن
ببخشید متهره اینجا به پیش تا بشویم جمله را با دست پیش. متهره میشه این متهره من او بوده تا بالای تین دست دار نمیدونم حالا باشه حالا به هر حال این آفتابه رو بیارید خلاص میگه بیار اینجا به پیش تا بشویم جمله را با دست خویش بیار تا من خودم بشورم هر کسی میجز که از بحر خدا جان ما و جسم ما قربان تو را ما بشوییم این حدث را تو بهل کار دست است این نمد نه کار ده مردم میگن نه این را بذار ما بشوریم تو این کاریه که ما باید بکنیم کار دسته کار آدمای زمینیه کار آدمایی که دل دارن نیست ای لعم رک مر تو را حق عمر خان پس خلیفه کرد و بر کرسی نشاند لعم رک میشه قسم به جان تو همین که شما گفتیم خداوند به پیغمبر قسم میخوره به جانش میگه مگه خدا به تو قسم نخورد و اینجا عمر این زندگانی و بقا یعنی تو زندگانی و بقا این دنیا هم مگه به تو نگفتین و پس خلیفه کرد و بر کرسی نشان و تو رو پیغمبر کرد بر عالمیان ما برای خدمت تو میزیم چون تو خدمت میکنی پس ما چه ما اینجا اصلا برای خدمت تو اینجا هستیم تو که داری حالا خدمت میکنی پس کار ما چیه گفت آن دانم ولیکن ساعتی است که در این شستم به خیشم حکمت است یه میدونم همه اینا رو خودم هم واقفم بهش ولی الان من اینو باید بشونم حکمت اینه که این کار رو من بکنم منتظر بودند که این قول نبیست تا پدید آید که این اسرار چیست گفتم باشه پیغمبر اینو گفته و پس بذارید ببینیم که سر این او به جد می شست آن احداث را خواست زمر حق نه تقلید و ریا پیغمبرم خیلی جدی اینو می شست و به خاطر اینکه به امر خداوند بوده امر بوده بهش که این کار رو بکن که دلش می گفت کین را تو بشو که در اینجا هست حکمت تو به تو هم یعنی حکمت در حکمت اینجا این کار تو بکن زامن کجاست؟ خواست زمر حق سبب رجوع کردن آن مهمان به خانه مصطفی علیه السلام در آن ساعت که مصطفی نهالی ملوس او را به دست مبارک خود نه بله ملوث او را به دست مبارک خود می شست و خجل شدن او و جامه چاک کردن نوحه او بر خود و حال خود حالا ببینید چی میشه کافرک را هیکلی بود یادگار یاوه دیدان را و گشتو بیقرار این با خودش یه دونه بوت داشته یه دونه از این هیکلک میشه یه بوت کوچولو از این چیزا که ما هم داریم دیگه مثلا یه کسی با خودش چه میدونم تدی بر اینور اونور میبره یه کسی مثلا با خودش میگه این لاکی دالر منه نمیدونم فلان خلاصه این میبینه این گم شده و بیقرار میشه گفت آن حجره که شب جا داشتم هیکل آنجا بیخبر بگذاشتم پس اینو من اونجا جا گذاشتم گرچه شرمین بود شرمش هرس بود هرس اژدرهاست نه چیزیست خوب این درسته که کثافت هم هنوز بهش بود ولی انقدر هرس داشت ببینید هرس به هر چیزی شما میتونید هرس داشته باشید این تعلقی که ما داریم به چیزهای دنیایی اینا هم هرسه بعضی موقع ما تعلق داریم یعنی میخواییم من الان دارم با اون مبارزه یه سری شو جدا کردم برم کتابخونه ولی از بعضی از اونا دیگه دل نمیکنم نمیگم بعدا مراجعه میکنم بعد میگم فلان میکنم ولی نمیتونم این دور کندن از این چیزا خیلی توی قرآن چند جا میگه که حتی راجع به بچه ها مال و بچه حتی یه بچه ها شرمش هرس بود خلاصه
هرس اژدرهاست نه چیزیست خورد. این هرس هم یه چیز بزرگیه، همچین کوچیک نگیرنش. از پی هیکل شتاب اندر دوید، در وثاق مصطفی وان را بدید. بودو اومد خونه حضرت رسول و اینو پیدا کرد. وثاق میشه اتاق. کان ید الله آن حدث را هم به خود ببخشید، کان ید الله آن حدث را هم به خود خوش همی شویی که دورش چشم بند. دیدش که پیغمبر داره اینو با دست خودش جای اینو میشوره. حدث دوباره گفته این میشه کسافه. آه یه بار میگم پرسید اشکال نداره، فقط فکر میکنم شما با حادثه اینو چیز میکنی. آره حالا اونم به قول شما یه حادثه هست. از یه ریشه میگه، از یه ریشه هست. بله یاوه میشه گم شده. کان یدالله آن حدث را هم به خط خوش همی شویی که دورش چشم بد. که چشم بد هم ازش خودی یاوه دید آن را، یعنی فکر این که اون هیکل جا گذاشته این مسئله رو که دید دیگه اصلا بی خود، یعنی از فکرش رفت. یاوه دید آنجا یعنی یاوه چیز غیر درسته دیگه، یعنی ندیدش در حقیقت. یاوه دید میشه ندیدن، جاش خالی بوده، اینجور به خاطر میشه گم شده. هیکلش از یاد رفت و شد پدید، اندرو شوری گریبان را دارد. این یهو یادش رفت این بوتشو و آره و اندرو شوری گریبان را دارید. یهوی دلش متحول شد، یه شوری دلشو گرفت. میزد دو دست را بر رو بسر، کله را میکوفت بر دیوار و در. دو دست با دو دست خودشو میزد و سرشو میکوبید هی به در و دیوار. آنچنان که خون ز بینی و سرش شد روان و رحم کردن مهترش. از سر و دماغش شروع کرد خون ریختن و پیغمبر اینو شروع کرد دستمال گذاشتن رو دماغش و بهش مهربانی کردن. نعره ها زد خلق جمع آمد بر او، گبر گویان ایها الناس احسن. گبر گویان یا اینجا آخه این آقا گبره دیگه، ایشون به خاطر همین شروع میکنه با مردم حرفی که میزنه، میگه از من حذر کنید، دور من نیایید، من آدم بدیم. من شروع میکنه نفرین و ناله خودش کردن. فکر میکنم نه، همون معنی که ایشون گفتن درسته. آره من این معنی این جمله اول اینطوری فکر کردم که مردم دارن داد میزنن که این مثلا آدم بعد این تو چرا ای یوحنا سحسر، این داره مردم میگه از من حذر کنید. میزد او بر سر که ای بی عقل سر، میزد او بر سینه که بی نور بر. به سرش هم میزد، میگفتش که یک کسی که تو سر عقل نیست، و به سینه‌ش هم میکوبید و میگفتش که بی نور بر، یعنی اصلا آفتابی بهت نخورده، نوری بهت نیفتاده. سجده میکرد او که ای کل زمین، شرمسار است از تو این جزء مهی. پیغمبر رو هی سجده میکرد و پیغمبر رو به لقب کل زمین بهش خطابش میکرد و میگفت من از تو شرمسارم، این جزء مهین هم میشه آدم حقیر، یه چیز حقیر و خار. تو که کلی خازه امر ویی، من که جزوم ظالم و زشت و قوی. تو که کلی خار و لرزانی زهق، من که جزوم در خلاف و در سبب. پیغمبر رو کل میدونه به خاطر، یعنی به بزرگی پیغمبر تازه پی برده و به کوچیکی خودش هم پی برده. و اینجا خازه امر ویی یعنی فهمید که
به خاطر مقام پیغمبر، پیغمبر امرش از جای دیگه میاد که این هنوز از اونجا اصلا خبر نداره. ظالم و زشت و قوی هم یعنی قوی یعنی گمراه، من خود یعنی میگه من اینقدر کوچیکم و آدم گمراهی ام، من اصلا نمیبینم، یعنی من اومدم این بت کوچیکمو بردارم، کار خودشو داره نگاه میکنه با کار پیغمبر. تو که کلی خار و لرزانی ز حق، تو که اینقدر بزرگی ولی از خدا این همه باز هم میترسی، یعنی ترس در حقیقت ببخشید ترس مقام ترس ما نیست. شما اگه همیشه بدونید یه کسی نگاهتون میکنه کار زشتی نمیکنید. تا حالا ببخشید دیدید بعضی ها رو میبرن تو اتاق، اتاقت پر دوربینه، اگه نگاه کنیم اونایی که یه ذره عقل تو سرشونه تکون نمیخوره طرف از جاش، این نشون میدن پلیسا میبرن اینترویو داره تکون نمیخوره، هم تو بقیه این برنامه نگاه میکنن، اونایی که یه ذره سرشون چیز شلنگ تخته میندازن، نمیدونم یه لگد میزنه به صندلی میز و برمیگردونه بعد گاهی هم اعتراف میکنن پلیس میاد میگیرتش اینجا. ولی صحبت سر اینه که طرف یه سریاشو میدونن یا یکی ناظره. حالا حساب بکنیم واقعا اگه یه کسی رو ما بدونیم 24 ساعت ناظره و وقت چی میشه؟ چه ترسی دیگه، یعنی ترس معنی نداره. هر زمان میکرد رو بر آسمان که ندارم روی ای قبله جهان. من روم نمیشه دیگه، من اونجا واقعا یعنی خیلی شرمسارم. چون زهد بیرون بلرزید و تپید، مصطفیش در کنار خود کشید. این انقدر دیگه تکون خورد و قدم لرزید و اظهار شرمساری کرد که پیغمبر رو بغل خودش گرفت، ساکنش کرد و بسی بنواختش، دیده‌اش بگشاد و دادش پیغمبر یواش یواش اینو نوازشش کرد و بهش اطمینان قلبی داشت، ساکنش کرد، یه جوری اینو آرومش کرد و چشمشو باز کرد. اینجا این دیده اش بگشاد اون چشم دله که یواش یواش باز میشه و دادش ناختش یعنی معرفت یواش یواش رو میکرد بهش داده. تا نگرید ابر کی خندد چمره، تا نگرید تف کی جوشد لبن. حالا جان نوشد کی نوشد، اینجا جوشد نوشته، اینجا حالا نوشد و جوشد فرقی نمی کنه، معنیش یکیه. بازم ببینید میگه تا موقعی که حالا اینجا تا موقعی که ابر بارون نباره کی خندد چمن، یعنی الان یاد کنیم ما این چند وقتی بارون داشتیم تو این لس آنجلس همه چی سبز شده، با دو سال پیش اگه مقایسه بکنیم دو سال پیش همه جا رو خاک گرفته بود. تا نگرید ابر کی خندد چمن، تا نگرید طفل، تا موقعی هم که بچه گریه نکنه شیر از سینه مادرش نمیخوره یا نمیاد. طفل یک روزه همی داند طریق که بگریم تا رسد دایه شفی. یه بچه یه روزه میدونه چی کار باید بکنه. این یه حرفیه، این گریه یه دو سه تا معنی داره. مولوی گریه رو چیز بدی نمیدونه، گریه رو دوست داره به خاطر اینکه در اوج طلب و در اوج خواستن و در اوج کوچیک دونستن که ما چقدر حقیریم داری شما گریه میکنی، شما هیچ وقت از روی بزرگیتون گریه نمیکنی. اون کسی که خیلی مغروره و خیلی به خودش میناله و توپش پره هیچ وقت نمیبینی مثلا گریه بکنه. اون کسی دلش میشکنه که به کوچیکی خودش، به ناتوانی خودش پی ببره و میگه اگه اینجا وقت بعد برمیگرده دفتر اول مولوی بعد از اینکه شروع میکنه داستان اون کنیزک و پادشاه رو گفتن راجع به ادب و آداب حرف میزنه. یکی از اینا که میگه چیزی میخواین بعد ادب داشته باشین.
میگه با خدا باید با یه آدابی حرف زد. میگه آدابی مجوی. حالا صحبت سر اینه که آداب، باز اگه دقت بکنید یه سری آداب داشته اون چوپان. چوپان خاضع بود در مقابل خدا، تو کجایی تا شوم من چاکرت. نیومد که گفت بیا با هم بشینیم چیز کنیم، میگم من میخوام بیام خدمت تو بکنم. این تنها چیزی هم که مولوی در حقیقت تو حتی دفتر اولم میگه، صحبت خاضع بودن و به این رسیدن کوچیکی و ناچیزی خودمونه که تو اون لحظه بعد بتونی دلت بشکنه و بخوای یه چیزی رو. موسی تنها چیزی که دیده بود از اون مسئله این بود که این فکر میکرد خدا رو این اوورده کرده آدم. موسی مشکلش اون بود. بعد که به قول خودم مشکل برطرف شد که بعد گفت هیچ آداب رو ترتیبی مجبور. ولی اونجا اون آداب با ادب فکر کنم فرق داره. همین که میگن ادب اطاعت باید داشت. مرسی. پس جواب رو دادید خودتون. پس باید این صحبت گریه کردن جزء اون ادب عبادته. مرسی. آیه قرآنه. بله چی میگه؟ سوز دل، عشق روان، ناری شب، آه سحر، این همه از نظر لطف، البته هم خدا میگن هم شما میگن. ولی آیه قرآن هستش که از من چیزی که میخوای، و دلیلش این است همی که شما فرمودید، با تکبر نخواهید، با خضوع و خشوع. یه مسئله هم هست، تا وقتی آدم واقعا دلش نسوزه، خیلی چیزا میتونه بیاد بیرون. همینجوری که آدم نمیتونه الکی گریه کنه. وقتی یه مقداری شاید اتصال پیدا میکنه، یه مقداری دلش میشکنه، اون موقع است که آدم عشق میاد به چشم. درسته. این آیه که میگید فکر کنم آیه 82 سوره توبه است. آیه زاباش. چون درست بیت بعدی، دو تا بیت بعدی رو میگه. بعد میگه تو نمیدانی که دایه دایگان کم دهد بیگه شیرو رایگان. دایه دایگان اینجا خداوند میگه این همچین مجانی نمیده. اصلا مجانی نمیده، مجانی داده به. ولی یه چیزی، ولی بیشتر از اونی که داده اگه میخواد، چون یه چیزی رو میگه همه داده، رحمتش سبب داره به عذابش، به همه یه سری رحمت ها رو داده. ولی اون چیزی که تو بیشتر میخوای باید با ادب بخوای. گفت و لبیکو کثیرن گوش دار تا بریزد شیر فضل کرده کن. من گفت و لبیکو گفتم اینجا. گفت و لبیکو فلیبکو همون فلیکو آره فکر داره جلوش. بله من اینو اینجا اینطوری نوشته، ولی با فلیبکو دیدم جای دیگه. بله بکا همون گریه است. بله و میگه که پس اینو این آیه قرآن رو گوش بده که بتونی یواش یواش این شیر فضل یا شیری که شیر رحمت خدا برات بریزه. ولی حب تو کسی را یعنی زیاد گریه کنه. بله چشم گریه چشمی فیض خداست. ولی گریه ببینید، گریه و گریه داریم ها. گریه ای که اینجا یعنی اون اصطلاحی گفتید، اون ادب عبادته که ما بدونیم کجا هستیم ولی خواستنمون اشتباه نیست، حقمونه بخواید، چون خدا هم گفته بخواید، ولی ادبش رو باید داشته باشه. گریه ابر است و سوز آفتاب، استون دنیا همین دور رشته تا. میگه تو کل این دنیا به این گریه ابر و آفتابه، این رشد و نمو که تو این دنیا می‌بینی، اگه ابر از اگه بارون نباره و اگه این آفتاب نباشه، این دنیا
نیست همین دو به این دو تا رشته، ولی تو هم متوسل شد. گریه عب یعنی گریه خودت و سوز آفتاب یعنی اینکه خودتو در برابر خدا بذاری بدون هیچ حایلی. شما اگه زیر شید باشی شما داری یه ریفلکشنی از نور میگیری، ولی وقتی جلوش وایسی درست ویتامین دی رو میگیری. آره اینجوری بهتر. گر نبودی سوز مهر و عشق عب، که شدی جسم و عرز زفت و ستر. اگه این ابر نمیبارید و این آفتاب نبود،